علی جان به صحرای بلا کن گذری، یا علی جان به صحرای بلا کن گذری، به شهیدان صف کرب و بلا کن نظری، تا سر نیزه سر ناطق قرآن نگری. زینب غم زدم، زینب غم زدم. نمایشگاه ما جامانده از بهشت است برای کسانی که امسال از زیارت کربلا در اربعین حسینی جاماندن. ما همه ایمون جامانده هایی هستیم که فقط حسرت زیارت به دلمان مانده. امسال اربعین همه رفتند و مانده بود، شهری در انحصار زیارت نرفته ها. امیدوار هستیم که از نمایشگاه ما تمام بیننده هایی که بازدید می کنند چیزی دستگیرشان شود و معلوماتی به علمشان اضافه شود و مستفید شوند از این نمایشگاه. ما که از زیارت کربلای معلا در اربعین جا ماندیم و فقط تنها چیزی که می تانیم فعلا بگویم اینه که به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام. دیده از خون دل سوخت رنگین دارم، شکوه ها از ستم قوم بداین دارم. دست گل های تو، دست گل های تو، دست گل های تو به باغبان می رود یا علی کن. قسمی که شما در جریان هستین، در آستانه اربعین امام حسین علیه السلام قرار داریم و ما نمایشگاهی را تحت عنوان جامانده از بهشت به مدت 4 روز در اختیار مردم به نمایش گذاشتیم و هدف اصلی ما از برگزاری نمایشگاهی است که و وقایع و رویدادهایی که در روز عاشورا رخ داده است را به نمایش یا به تصویر بکشیم و کسایی که کربلا نرفتن ما در اینجا وقتی که آمدن ما باید در اونا یک حسی را دادیم که اونا انگار فکر کنن که ما در کربلا هستیم، یعنی در بین الحرمین هستیم. و هدف اصلی ما ایست که قسمی که حضرت زینب سلام الله علیها با سخنرانیشان، با سخنرانی هایشان، با خطبه هایشان پیام عاشورا و روز عاشورا را زنده نگه داشتن، ما هم با برپایی این مجالس و این نمایشگاه ها بتانیم که عاشورا را و پیام هایش را زنده نگه بداریم. و ما هدف اصلی ما ایست که ما مردم آماده کنیم برای ظهور آقای امام زمان اجل الله تعالی شریف. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. یا علی کن مددی، کاروان می رود. یا علی کن مددی، کاروان می رود. یا علی بارم این درد فرد. خواستیم نمایشگاه اربعینی را بنا کنیم که این قسمت ما یک گوشه از نمایشگاه ما هست که آغاز برنامه از نمایشگاه هستن به نام خیمگاه روز اربعین هست که در اینجا امام حسین علیه السلام وقتی که وارد کربلا میشن خیمگاه بپا میکنن و این گوشه هست یا تصور هست گوشه ام کربلا را ما خواستیم برای بنده های ما تجسم کنیم. اهل بیتت همم، اهل بیتت همه، اهل بیتت همه با کفیات میرود. یا علی کن مددی، کاروان میرود. یا علی کن مددی. نمایشگاهی که جور کردیم نام نمایشگاه ما نمایشگاه نینوا هستم. او صحنه ای که یه خانم روی تپه وایساده تل زینبی است، حضرت زینب سلام الله روی تل زینبی هستن. شخصی که اینجا خوابیدن یا زخمی هستن حضرت امام حسین هستن. حضرت زینب علیه السلام روی تل زینبی وقتی ایستاد بودن صحنه مبارزه امام حسین همراه دشمنا دیدن. تنها کسی بود که نظارگر این صحنه بود و بقیه اهل بیت امام حسین داخل خیمه بود. در خیمه بودن. این صاحب قتلگاه هست که فاصلش با خیمه خیلی زیاد بوده ولی چون جا محدود بود یکم نزدیک دیده میشه. در این صحنه صحنه بود که امام حسین مبارزه کردن با دشمنا، دشمنا را کشتن. اونو کلاهای سرخ، سرهای سرخ که افتاده، دستهای سرخ دست دشمنا هسته و او سر سبزی که روی نیزه بالا شده از یاران امام حسین هسته. بقیه اعضای خانواده حسین داخل خیمه هستند و از شهادت ایشان خبر ندارن هنوز.
تنها کسی که نظارگر این صحنه بود حضرت زینب بودن که روی تل زینبیه بالا شده بودن و این صحنه رو نظارگر بودن. یعنی جانب سهرای بلا کن گذری، یا علی جانب سهرای بلا کن گذری، به شهیدان صفه کرب و بلا کن نظری، تا سر نیز سر ناطق قرآن نگری. زینب غم زدن، زینب غم زدن، زینب غم زده با کودکان میرود. یا علی کن نددی کاروان میرود، یا علی کن نددی کاروان میرود، یا علی کن نددی کاروان میرود. از جمله اهل بیت پیامبر که حضرت زینب، حضرت رقیه و رباب و بقیه اهل بیت پیامبر میباشند، اینا رو با اسارت میبرن و خیمه هایشان رو با آتش میکشانن و اینا رو از دشت کربلا به طرف شام به حرکت میکشانن و به اسارت میبرن. و قسمی که شما میدونید که پیامبر میگفت که اهل بیت پیامبر باید مثلا وقتی که مردمشان به پیامبر احترام داشتن، همه قسم باید به اهل بیت پیامبرم، به نواسه هایشان هم باید احترام میدونم. دست گل های تو، دست گل های تو به باغبان میرود، یا علی کن مددی کاروان میرود، یا علی کن مددی کاروان میرود، یا علی کن مددی کاروان میرود. هدف خوبی از برگزاری این نمایشگاه همانا ترویج شعائر اسلامی، آشنایی با مکتب عاشورا، فداکاری های امام حسین علیه السلام و یارانشان می باشم که ما کوشش کردیم با تصویر در آوردن صحنه های مختلف از عاشورا و همچنان مسیر کربلا، با تصویر کشاندن تصاویر مستندها، فیلم های بلند و کوتاه و همچنان از صحنه هایی که زائرین در به مقصد کربلا تعیین می کنند، کوشش کردیم تا حدی اما حال و هوای کربلایی را ایجاد بکنیم، خصوصا برای کسایی که امسال خیلی آرزو داشتن تا در کربلا باشن اما بنابر مشکلاتی نتوانستن. خب ما در این غرفه و در اینجا بیشتر تمرکز ما روی پخش فیلم های از تصویر از سفر زائرین کربلا می باشند که به زیارت خود امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس و همچنان زیارت های دیگری که مشرف شدن می باشند، تا تانسته باشیم که اما احساسات را که قرار است الهام بخش برای دستگیری از اهداف کلی عاشورا باشه را در ایشان ایجاد کنیم. نگی و ناله تفلان چی کنم، با غمی تشنگی و ناله تفلان چی کنم، اهل و بیتت همم، اهل و بیتت همم، اهل و بیتت همم با کفیات میرود، یا علی کن مددی کاروان میرود، یا علی مددی کاروان میرود، یا علی کن مددی کاروان میرود. یا ما در این خیمه قسمی که شما بینید هستین یک خیمه سبز است. ما این خیمه سبز به خاطر اینکه از امام زمان یاد شود این نمایشگاه، این خیمه سبز را پا کردیم و اینجا ما معلومات هایی داریم در مورد امام زمان، بسته هایی داریم، پاکت هایی داریم به خاطر امام زمان و یک گیم هم اینجا داریم که این را وقتی با مهمان رو بازی میکنیم اونا احساس میکنن که واقعا ما به امام زمان نیاز داریم و به هدف ما از انجام دادن این گیم این است که اونا به یاد امام زمان بیاین و بیشتر با امام زمان باشن و در زندگیشان همیشه با امام زمان حرکت کنن. دخترت به حسین دخترت از این مکان میرود، یا علی کن مددیم کاروان میرود.
آمد یا علی کن مددی کاروان میرود یا علی کن مددی کاروان میرود یا علی کن مددی کاروان میرود یا علی کن مددی کاروان نمایشگاه ما که هست به نام بین الحرمین که هر کدام از خود اسمای جداگانه داره، نمایشگاه ما به نام نمایشگاه بین الحرمین است که ما ای را ساختیم در اینجا حرم حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام ساخته شده با ظاهرینش که این شکل یا تصویر کوچک از کربلای معلا هست و اینا را هم به همین خاطر ساختیم کسایی که کربلا رفتن نتانستن یا این که کربلا را از نزدیک ندیدن بیاین اینجا تصویر کوچک شده ایش را ببینن و قسمی که شما میفهمین در روز عاشورا حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید و بعد از 40 روز سرشان با بدنشان یک جای دفن شدن و اما قسمت که امام حسین علیه السلام دفن شدن یا تدفین شدن را زیارت کربلا را ساختن که هر دو برادر نزدیک همدیگر هستن. قسمی که نسل ها در جریان هستن و ما میخواستیم کمی شیعه ها به یادشان باشه که امام حسین علیه السلام چی فداکاریایی را که به خاطر استوار نگه داشتن اسلام به خاطر ما مسلمان ها انجام داده از اهمیت خاص برخوردار است که ما اربعین را یاد بود میکنیم و اهداف امام حسین علیه السلام را و فداکاری های را که در حق ما کرده را به یاد میاریم و در نسل آینده ما میفهمانیم که چه اتفاق در اربعین یا چه اتفاق در روز عاشورا رخ داده. دست گل های تو دست گل های تو به باغبان میرود یا علی کن مددی کاروان میرود یا علی کن مددی کاروان میرود یا علی کن مددی کاروان میرود. روز چهلم یک صحنه بسیار رقتبار، یک صحنه که یاد از جنگ و قصابت دشمنان و یک تصویری که کسایی که در صحنه جنگ روز دهم محرم بودن و امام حسین و اصحاب امام حسین در مقابل لشکریان بیرحم یزید و یزیدیان مبارزه می کردند و جان پیشانی می کردند، روز چهلم وقتی که اهل بیت در اینجا میآید کاملا اون صحنه ها برایش دوباره به تصویر کشانده می شود و همون قساوتی که از ناحیه اونها بالای اهل بیت امام حسین و برای اصحاب و یاران و جوانان امام حسین وارد می شود و بدن نازنین آنها را زیر سم اسبا می کند و سر نازنینشان را قطع می کند، وقتی که اهل بیت در روز اربعین خودشان را در کربلا می رساند تمام این صحنه ها برایشان مجسم می شود، هر کدامشان ناله و گریه و فریادی را سر می دهند و هر بیننده ای را تحت تأثیر واقع می کنند. اتفاقا اهل بیت هم در اینجا می آید و با جابر ابن عبدالله انصاری که یکی از صحابه پاکباز پیامبر اسلام بود که تا این زمان را خداوند عمر طولانی داده بود و برای این صحابه خداوند توفیق داده که بیاید در سر زیارت معشوقش زیارت امام حسین تجدید پیمان بکنه و توشه برداره و یاد از مبارزه و شجاعت و یاد از آرمانهای پاک و شعارهای آزادی خواهی امام حسین بکنه. روز اربعین یک روز خیلی بیادماندنی و روزی است که همونطور که امام حسین توسط مبارزش و توسط شهید شدنش همراه یارانش اسلام را زنده کرد و تأثیر بسزایی در جهان اسلام داره و روز اربعین هم تأثیر فراوان یادآوری از روز اربعین امام حسین تا
تأثیر فراوانی در بالای انسانهای آزادی خواه دارد که بسیار کوبنده برای ظالمان روزگار و بسیار آموزنده برای انسانهای آزاده. به شهیدان صف کرب و بلا کن نظری، تا سر نیز سر ناطق قرآن نگری. زینب غم زدم، زینب غم زدم، زینب غم زده با کودکان میرود. یا علی کن مددی کاروان میرود، یا علی کن مددی. قسمتی هست که به نام درنوشته ثبت شده و این قسمت قسمتی است که کسایی که اینجا میاین برای دیدن از نمایشگاه های ما در اخیر دوری میزنن و اینجا چون همه از جامانده ها هستیم و حرف دلمان را از نزدیک نتوانستیم بگیم، اینجا جایی هست که اینا میاین و حرف دلشان را با آقای امام حسین یا امام زمانشان یا هر کسی دیگه از اهل بیت علیه السلام به دل داشته باشن روی این پارچه می نویسن. و هدف ما هم همی بود که بتانیم حرف دل همه را با آقای امام حسین برسانیم انشالله که بخوانن. و در آخر هم اصل هدف ما این است که بتانیم این پارچه را انشالله اگر توفیق باشه سال بعد اربعین رسیدیم کربلا، این را با عنوان متبرک اونجا حتما برسانیم و برای خودمان به یادگار نگه داریم. کاروان میرود، یا علی کن مددی کاروان میرود، یا علی کن مددی کاروان میرود. همانگونه که مشاهده میکنین ما در نمایشگاهی تحت عنوان جامانده از بهشت در مدرسه عالی امام جعفر صادق واقع در شهر مزار شریف هستیم که این نمایشگاه با همت بلند بخش خواهران مدرسه عالی امام جعفر صادق تهیه و تنظیم شده. و در این نمایشگاه غرفه هایی وجود داره که هر غرفه روایتگر یک تصویر و یک حادثه و واقعی از عاشورا تا اربعین هست. هدف اول از برگزاری این نمایشگاه در واقع ماندگار کردن قیام امام حسین علیه السلام در اذهان عمومی هست. مردم عامه عموما در سخنرانی ها یا روضه‌خوانی ها در مورد وقایعی که در عاشورا یا حتی بعد از عاشورا اتفاق افتاده شنیدن و ما در این نمایشگاه تلاش کردیم که با به تصویر کشیدن این صحنه ها این سخنانی را که قبلا شنیدن در ذهنشان بیشتر حک شود و ماندگارتر باشد. اما هدف دوم از برگزاری نمایشگاه جامانده از بهشت در واقع این است که خب طبق معلوماتی که داریم یا حالا شنیدیم یا خواندیم، مردم کوفه متاسفانه به دلیل نداشتن شناخت نسبت به امام زمانشان در زمان خودشان در مقابل امام حسین علیه السلام قد علم کردند و فریب حکومت زمان یا همان یزیدیان را خوردند. ما در واقع در این نمایشگاه تلاشمان بر این هست که با به تصویر کشیدن همچین صحنه های معلومات عمومی و آگاهی مردم را به حدی بالا ببریم که اونا با امام زمان خودشان آشنا شوند و واقعی عاشورا که در مقابل امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد بار دیگر در مقابل امام زمان ما اتفاق نیفتد. و اما سومین هدف از برگزاری نمایشگاه جامانده از بهشت این است که ما به عنوان طلبه در عصر حاضر وظیفه ایمان این هست که تا حدی از اربعین و عاشورا بزرگ داشت بکنیم و سر و صدا در تمام دنیا ایجاد بکنیم که همه دنیا و همه مردم جهان متوجه این موضوع شوند که وقتی امام زمان ما قرار هست ظهور بکنه چگونه در مقابل امام زمان ما مؤدب باشن و دست به سینه بیستند. یا علی کن مددیم کاروان میرود، یا علی کن مددیم کاروان میرود، یا علی کن